گاه یک مرد خودش جعبه ای از تاریخ است، از گذشته و وطن خاطره ای لبریز است. در تاریخ فرهنگ و هنر ایران زمین الماس های گرانبهای عزیزی داریم که به مرور زمان تبدیل به گنج های تاریخی ما شدند و بیشک یکی از اون نام ها و گنج ها جناب منوچهر بیبیان هستند. عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنای هستم، از مجریان برنامه پرژن اوارتس، و باعث افتخارمه که گرداننده برنامه‌ای باشم که با نام جناب منوچهر بیبیان آذین بندی شده. آقای بیبیانی که اگر برنامه جام جم رو شروع نمی‌کردن، شاید بسیاری از زنده یادانی که ایران رو ترک کردن مثل بانو هایده، بانو مهستی و جناب ویگن هیچ وقت بعد از خروج از ایران صداشون به وطن نمی‌رسه. جناب بیبیان، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. صحبت در مورد شماست، شاید ساعت‌ها و برنامه‌های زیادی رو بخواد، ولی چند تا موضوع مهم هست که شما خیلی زیبا بهش پرداختین، در اون مورد می‌خوایم صحبت کنیم. یکی حق کپی رایت بوده در ایران، و یکی اینکه در واقع شما دنیای جدیدی به ترانه و آهنگ‌های ایران آوردین. در این مورد دوست داریم ازتون بشنویم، اگه لطف بفرمایید در خدمتتون هستیم. راجب کپی رایت باید بگم که من با فرخ روی پارسا یه آشنایی داشتم. به ایشون گفتم که این هنرمندا دارن حیف میشن و این گداها را میفتن برای که بتونن 100 تومن یا 200 تومن از این اون بگیرن، در صورتی که در خارج اینا کپی رایت است و اینا تحریم میشه. گفت که من ببینم بعد با صحبت میکنم. دو مرتبه یه 15 روز بیاد یا 20 روز دیگه که قرار گذاشتیم هم دیگر رو دیدیم، به من گفت این قانون بعضی از وکلای مجلس موسیقی رو حرام میدونن، اینه که به آسونی نمیشه کپی رایت کرد. در ثانی ما چیزی نداریم که ارائه بدیم به کشورهای خارج که کپی رایت بکنیم. پس دو مرتبه قرار گذاشتیم که یک کاری برای این مملکت بکنیم. پس ایشون دنبالش رفت و تونست قوانینی رو درست بکنه که کتابش در آمد به نام کپی رایت ایران در آمد. ولی چی بود؟ میگفت اثری مورد حمایت این قانون است که برای اولین بار نش و پخش شده باشند. بله. این خارج رو اصلا حساب نمی کردن. اینه که خود همین قانون هم که به قول خودشون به توشیع اعلی حضرت خمینی رسیده بود، ما گرفتاری دیگری هم پیدا کردیم. بعد از اینکه ما چند نفر که قاچاق می‌زدن گرفتیم بردیم دادسرا، دادستان تهران اومد شعبه 4 که مربوط به همین جریان بود، یعنی مال هنرمندا بود، دادستان تهران اومد رفت به آقای مطهری که رئیس شعبه بود، گفته بود این قانون بیبیان رو بردارید، این کار حروم. من برای که کاملش کرده باشم رفتم با دو نفر به نام شهین حنانه و مینا اسدی که اینا شاعر بودن
صحبت کردم، اینا در خبرنگاران بودن، اینها رفتن گفتن که دادستان تهران یه جلسه که هست روزنامه نگاران میدن ما هم میریم. در صورت اینا رفتن اونجا و به دادستان گفتن قانونی که به توشیه اعلی حضرت همایونی رسیده شما رد میکنین. ایشون گفته بوده که من بعدن بیان صحبت میکنم که بعدن حالا دادستان یه مقداری عذرخواهی کرد و تموم شد و بدبختانه بعد از چند ماه هم رفت داشت میرفت شهر خودشون تصادف کرد به ما. این اولین سوالتون. بسیار زیبا، ممنون از شما آقای بیبیان، چقدر زیبا و کامل توضیح دادین برای ما. و اما اون تغییری که توی موسیقی ایران صورت گرفت و شما واقعا جز طلایه‌داران اون بودین و این کار رو انجام دادین، در مورد اون اگه بخواین برامون بگین چی میتونیم بشنویم؟ تغییر موسیقی ایران، من صفحات خارجی میابردم و میفروختم و جوان ها استقبال میکردن از فیلمایی که بود یا دین مارتین یا کسای دیگه میخوندن، اینا به دنبال این چیزا بودن. من فکر کردم که باید یه چیزی ما بین این درست بشه که به اصطلاح وسط این کارو بگیره که جوانای ما بیان به طرف خواننده های خودمون، آهنگسازهای خودمون، شاعرهای خودمون. پس ما باید چه کار میکردیم؟ ما نمیتونستیم با قدیمی ها کار کنیم، برای که قدیمی ها اشعارشون دیگه جوان ها نمیپسندیدن. درسته. گل نراقی اومد یه صفحه داد بیرون و کارش گرفت و این آرانجمانش عوض شده بود. یعنی اینکه اینو سه نفر خواننده خونده بودن، اصلا گل نکرده بود. ولی وقتی که ایشون خوند من فهمیدم که و گرفت. نه تنها ما سفارش می‌دادیم، هنوز کپی رایت نیامده بود به ایران، دیگران هم سفارش می‌دادن و این صفحه می‌اومد و در هر صورت من مثلا همین زوران دیگه امروز میاد صحبت میکنه، من آشناییم با زوران با پدر مادر ایشون بودم. اینا آمدن وقتی که زوران 14 سال یا 15 سال تو آوردن گذاشتن چه مدرسه موسیقی و بعدن شب آمدن زن و شوهر، یعنی مادر و پدر زوران، خونه ما از این ساز هم آوردن. زنش یعنی مادر زوران انار انار رو خوند، صدای بسیار قشنگی داشت و پدرش هم رئیس رادیو بود و هم خواننده اصلی. درسته، خیلی هم زیبا. آقای بیبیان، یه مسئله دیگه که غیر از کارهای هنری که شما انجام دارین داره این که شما واقعا فکر بیزینسی خیلی زیبایی داشتین. من توی مطالعاتی که در مورد شما میکردم یه چیز زیبایی که دیدم این بوده که شما الان خیلی از در واقع جوانای ما میرن MBA میخونن و مارکتینگ میخونن که یه کارهایی رو انجام بدن، ولی شما 40-50 سال پیش این کار رو انجام دادید و زیر مجموعه آپولون رو با نام‌های مختلفی
انجام داده بودین این کار رو. در مورد این هم واسه ما میگین که از کجا ایدهش به ذهنتون رسید که آپولون در واقع اسمای دیگه ای داشته باشه، چون الان ما میدونیم که خیلی ها برای مارکتینگ دارن این کار رو میکنن. اول از اون آپولون در یونان خدایان زیادن، خدای موسیقی آپولون، ما اسم از اونجا برداشتیم، یعنی اسم آپولون که خدای موسیقی بود برداشتیم. و من گفتم که ما با جوان ها شروع کردیم، اسامی مثل هارمونی، بهنوا، زیر مجموعه های مختلفی رو شما انتخاب کردین که الان ما میبینیم. من فکر میکردم که مثلا فرض کن به تبریز آرگامان میدادم یا به شهرهای دیگه، در هر صورت 8 تا یا 9 تا نمیدونم، بین 8 تا 9 تا اسم گذاشته بودم، هر شهرستانی را به این اسم میدادم، به این اسما میدادم بیرون. بیشترش یا آپولون بهنواز بود یا یه چیزایی بود، بستگی داشت که ما کجا، تهران آپولون بهنواز بود. ولی شهرهای دیگه، شهرهای بزرگ دیگه مسئله فرق می‌کرد و ما اسما را عوض کردیم، برای که قاچاق می‌زدن و ما نمی‌تونستیم که این موسیقی رو بزرگتون از کنم بارور بکنیم. چرا؟ برای که بودجه میخواست. خواننده ها، ما بهشون گفته بودیم که شما پولهای خوب میگیریم و البته به جای رسید که آهنگ ساز 15,000 دلار میگرفت، تومن میگرفت، خیلی زیاد بود برای اون موقع. و شاعرم همین پولو میگردن، نه هر شاعر و نه هر آهنگساز. من دارم آهنگسازهای ممتاز رو میگم یا شاعرهای ممتاز رو دارم میگم، مثلا اردلان سرفراز، خیلی خیلی ها بودن که مثل هدیه حضورتون از کنم که قبلا اسمش تو ایران لیلا کسرا بود و آمد خارج کرد هدیه. در هر صورت ما خیلی زحمت کشیدیم، 5,000 آهنگ که چیزی که دیمی می اومد بیرون، شاعر شناسنامه پیدا کرد، آهنگساز شناسنامه پیدا کرد. حضورتون رو عرض کنم کسی که آرانجمان می کرد شناسنامه پیدا کرد، تکنوازا شناسنامه پیدا کرد. یعنی اسم اینها بود برای که ما، تازه بعد از اینکه ما ضبط میکردیم به تلویزیون میدادیم که روزهای جمعه اسم را باز ما و عوض میکردن به نام رنگ و رنگ یا چیزهای دیگه میدادیم، اونا پخش میکردن. رادیو هم اون تصویر بکنه، برای تلویزیون تصویری نبود، هر چیز ضبط میشد میگرفتن. برای که آپولون میدونست که چه کار بکنه. من اوائلی که در کافه شمیران میخون ویگن میخون، یه دفعه اومدن به من گفتن سورن از آهنگساز، سورن اومد به من گفته ببین بیا بریم امشب ویگن رو ببین. گفتم شنیدم که مورد استقبال ارامنه است، تو کافه شمران میخونه.
نه بیا بیا بریم ببین. رفتیم کافه شمیران. وقتی که این مهتاب رو خوند من گرفت. باور کنید که دو روز دیگه ما این ضبط کردیم با 3 تا ساز و میکروفون یه دونه. وسط بود هم ویگل میخون هم سازا میزدن. اون اولین ضبط ما این بود و اولین کار ما با ویگل شروع شد. اگر بخواین شما صحبتی بکنید برای اونایی که دوست دارن در واقع از شما تجربیاتتون رو به صورت خلاصه در انتهای برنامه بشنون و یا نصیحتی پندی ازتون بشنون، چی دوست دارید بگید بهشون؟ بکنم از این برنامه فوق‌العاده خوب اجرا شد و همه جوان ها دست به دست هم داده بودیم تا تونستیم یه همچین کاری رو بکنه و من هم در جوانی از جوانها استفاده کردم و آپورون را انداختم. همیشه موفق و پایدار باشید. مرسی، ممنون از شما آقای بیبیان. البته از عزیزانی که شما رو دوست دارن خیلی هاشون قرار هستش که در طول این برنامه و بعد از این برنامه بازم ویدیوهایی به ما بدن که به صورت یک مجموعه کامل این برنامه بیرون خواهد اومد. و اما یکی از اهداف پرژن وارز نکوداشت و گرامی داشته افرادیه که طلایه‌دار ساختارسازی فرهنگی و هنری کشور ما هستن که در این برنامه یادی ازشون کنیم و با مهمانانی که با این افراد خاطراتی دارن مروری به زندگی نامه این افراد داشته باشیم. ممنون که در این برنامه با ما همراه بودید. مهمانان عزیز، مجریان گرامی و بینندگان عزیزی که ما رو تماشا کردید، باعث افتخار بود که در خدمتتون بودیم در برنامه نکوداشت جناب منوچهر بیبیان. در نور و عشق باقی بمانید. خدا نگهدار.